سلام از میکنم به همه شما دوستان عزیز چند روزی بود در مورد انتخابات آمریکا ویدیو نداده بودم برای اینکه دوست داشتم با دست پر برسم پیشتون اخبار خیلی جسته گریخته بود در حد حالا شاخشونه کشیدن این طرف فر اون طرف یا اون طرف فر این طرف بود ولی با اتفاقاتی که دیروز افتاد اتفاقات بسیار بزرگی در جلسه استماع ایالت آریزونا افتاد چیزی که بیش از ده ساعت طول کشید و کارشناسان خیلی خبره در این عرصه حالا انتخابات یا آیتی اومدن صحبت کردن شاهدان عینی اومدن صحبت کردن این ده ساعت من شاید دو سه بار دیدم که بتونم برای شما یه چکیده تعریف رو کنم خب اگر که لطف کنین اول این ویدیو رو لایک بزنین اگر تو کانال من سابسکرایب نکردین لطف کنید و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جدید که میاد در جریان قرار بگیرید اگرم ویدیو رو دیدین و دوست داشتین ممنون میشم که تو فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بذارید من این ده ساعت رو میخوام به شما توضیح بدم اگر جایش یادم رفت از الان از خواهی میکنم سعی کردم از اسامی خیلی مهم از نام بردن اسامی خیلی مهم دوری کنم به خاطر اینکه خسته کننده میشه ولی حالا بریم سراغ داستان ببینیم که اصلا از کجا شروع شده ببخشید اگر از رو میخونم به خاطر اینکه اطلاعات خیلی زیاده در بین این اشخاصی که اومدم و صحبت کردن چند تا چهره برجستهشون رو من انتخاب کردم بهتون بگم در مورد شاهدای عینی خیلی نمیخوام حرف بزنم واسه که نمیشه آدم نمیدونه حالا ممکن اصلا طرف یه چیز از ذهنش ساخته باشه یه سوء تفاهمی باشه ولی اطلاعات و آمار و بحث آی موقع دروغ نمیگه عادت هم حقیقتو میگن کسی که میخوام در موردش صحبت کنم یه کسی هستش که خودش نظامی بوده به نام کلون... کلونل والمن اومد صحبت کردش گفتش که حالا توضیحات ابتدایی داد یکی از مسائل مهم که تیمشون تونستن توی میشیگان یکی از این دستگاه رو بردارن و بهش نفوذ کنن و ببینن که چه بلای سر داده ها اونجا به وجود میاد به خاطر اینکه ایلت آریزونا متاسفانه نتونستن دسترسی پیدا کنن فرماندار اول اجازه داد بعد اجازه رو پس گرفت که الان تو آریزونا تظاهرات دیروز در حین انجام این حالا جلسه هی هیرینگ یا استماع هم بیرون تظاهرات شدید بود که اگر هیچ مشکلی نداره چرا نمیدین که کارشناسان مختلف آیتی بتونن شرکت خصوصی بیان و اینو چک بکنن اما چه چیزی مشخص شد حالا ببین این شرکت دومینیون که خیلی حرفشه این یک هولدینگ کمپانی هستش که اومده و انتخابات آمریکا رو کنترات برداشته این سافتورش رو خودش ننوشته یه سری شرکت زیر مجموعه داره که اون شرکتی که الان ما میخوایم در موردش صحبت کنیم اسمش سمارتماتیکه که جالب بدونیم اینو اطلاعاتش رو اینترنت هست وقتی سرچ بکنیم میبینی که یک شاخهش به ونزوئلا برمیگرده و باز جالب بدونیم که 28 درصد از سهامش واسه خود هوگو بوده یعنی انگار که تو انتخابات آخری که هوگو چاوز زنده بوده میخواستن که یه انتخاباتی بذارن خودشون رای بیارن اصلا اومدن این شرکت رو یه سرمایه از این گرفتن این شرکت رو تاسیس کردن و توی انتخابات کشور مختلفی در آمریکا جنوبی و جاهای دیگه این دومینیون سیستمش استفاده شده تو آرژانتین، بولیوی، سنگاپور، ونزوئلا و حتی ایتالیا که در همه جای که استفاده شده نتایج انتخابات خیلی سوال برانگیز بوده. در خود آمریکا هم قبلا استفاده شده جالبش اینه که الان مثلا شبکات مثل سی که اصلا میگن که نه اصلا چیزی وجود نداره و این شرکت ونزوئلایی نیست و اصلا همچین اتفاقی تو رایون افتاده خودشون 8 سال قبل به همین موضوع معترض بودن و برنامه رفتن مستش که آقا این شرکت پشتش ونزوئلا برای چی باید شرکتی که حالا دشمن قسم خورده ونزوئلا و برعکس بعد بیاد حالا بگیر انتخابات آمریکا این یه بحث بودش که خیلی مطرح شد و یکی از مقامات آمریکا که مسئول برگزاری این انتخابات بعد از انتخابات مدلام کرد که آقا جون این امنترین انتخابات در تاریخ آمریکا بوده وقتی دلیل ازش جویا شدن دلیلش این که آقا این دستگاه به اینترنت وصل نمیشن پس داده و اطلاعات توشون امنیت بالایی داره که این مطلب خب 100 درصد اشتباه بوده از خدای کلن والمن میپرسن که آقا دلیل شما میتونید اثبات کنید که اینا به اینترنت وصل میشن میگه خب اثباتش کاری نداره اون کاتالوگ دستگاه یوزر دستگاه رو یه کاتالوگ 1.5 سانت قطرشه توش نوشته که آقا این دستگاه چجوری وصل میشه به اینترنت اصلا خیلی توضیحات مفصل تری در مورد اینکه اصلا چجوری میتونید آرا رو عوض کنید داره داخلش نوشته شده اصلا این دستگاه در جاهای استفاده میشه که احتیاج به عوض کردن نتیجه انتخابات هستش این یه چیزی که حالا من تو ویدیوی قبلی هم اشاره کرده بودم بهش اما مطلبی که اینجا میمونه چه ازش میپرسن که چه چی میگن سند و مدرکی داری که این دستگاه ها وصل شده بوده به اینترنت و قابل دسترسی بوده از طریق اینترنت که اون یک نمودار انکبوتی اسپایدر گراف اینترنته این شرکت دومینیون و سروراش رو در روز انتخابات رو نماشکر نشون میده و نشون میده که این دیتا ها از روز انتخابات از, این مراکز به سمت سرور دومینیون رفته و اینها همشون بستقیقه طریقه کابل شبکه به یک روتر هایی بوده یا وصل شده یعنی حتما نباید دائما آنلاین باشه میتونسته به صورت حالا چند ساعت یک بار این انتقال داده انجام بشه و دوباره آپدیت بشه دستگاه بعد خدمت شما عرض شود که همونطور که تو کاتالوگش گفته شده و آقای کلونل هم رون رو صحبت میکردن که اینا یعنی چند تا نقطه مختلف داره که از این نقطه میشه دستکاری کرد یعنی اینجکشن داره اینجکشن پوینت داره میشه از اونجا کم و زیاد کرد یکیش هم بحث یو اس بود یکیش بحث اینترنت یکی از راحت ترین بحث سرور هستن لازم اونجا هم کار کنم. وقتی رفت رو سرور اونجا میتونن یه سی اس پی فایل یه فایل اکسل میتونن دانلود کنن جای اون ردیف رو با هم عوض کنن دوباره آپلود کنن آبم از آب تکون نخوره البته نمیشه بگید تکون نمیخوره توی بحث کامپیوتر و اینترنت و برحال اطلاعات همیشه هر چقدر هم شما جاب رو پاک کنی باز اثرهایی میمونه باز راههایی وجود داره که بتونن دیتا اصلی رو برگردونن و ببینن که به چه صورت بوده یکی از بحث که خیلی مطرح شده اینه که این شرکت ها هیچ کدوم حاضر نشدن که کدشون رو در اختیار اون شرکت های مسئول تو آمریکا بذارن تا اونا بتونن صحت کد رو بررسی کنن و ببینن اصلا چون شما وقتی کد پشت برنامه رو بخونید متوجه میشی که آقا این داره میگه اطلاعات چجوری بره چجوری بیاد اصلا چرا اطلاعات باید بره و این اطلاعات طبق اون الگو داستانی که داشته میرفته به سرور و اونجا میتونسته عوض بشه یکی از ازش مد... از کلونل میپرسن که بحث الگوریتم چرا اصلا باید الگوریتمی وجود داشته باشه خب یه رأی دستگاه میخونه یا اوکی یا اوکی نیست اگه اوکی نیست میریه یه جایی که دو تا نماینده دموکرات و جمهورخواه بتونن با هم سرش بحث کنن و نتیجه رو مشخص کنن یا اینکه نه خب حالا دلیلی نداره اصلا علت الگوریتم خیلی جالب میگه میگه الگوریتم این زمان رو بهشون میده تا بتونن آرا رو بازی کنن و عوض کنن شما فرض برای بگین تو انتخاباتی دارن رایا رو میشمرن بگن آقا یه سری رایا رو بدیم ببریم چه میدونم اتاق پشتی اونجا بشماریم بررسی کنیم نتیجه رو بگیم وقتی این اتفاق بیفته هر نتیجه که از اتاق پشتی بیاد کسی روش اشراف نداشته و نمیدونسته علت اصلیش این بوده و یه سوالی که خیلی ذهن حتی رودی جولیانی رو درگیر کرده بوده و خیلی حالا جالب و مطرح میکنه از همه کارشناسا و از سناتور اینکه آقا مگه آمریکا خودش بلد نیست انتخاب برگزار کنه آمریکا چطور تو افغانستان و عراق میره انتخابات برگزار میکنه برای خودش نمیتونه انتخاب چرا باید یه شرکتی که انقدر داستان داره بیاد انتقاد برگزار کنه چرا آرای آمریکا باید در آلمان تو فرانکفورت آلمان شمرده بشه چه دلیلی داره که تو آمریکا انجام نشده اونا چی داشتن که آمریکا نداره که کلونل والمن میگه اونا لابی خیلی قوی داشتن یه ساختار اینفراستراکچر داشتن که میخواستن بفروشن و اینجا مشتری خوبی بوده که میخواسته نتیجه دلخواش از انتخاب بیاد بیرون و این مسئله رو انجام میده اما یه بحثی که بودش در دیتابیس این رای ها بوده منطقه نه در کل آمریکا نه در کل آریزونا اینو تونستن برای یک کانتی در آریزونا رو برای بر یه بخش کوچیک آریزونا رو دیتابیسش دسترسی پیدا کنن عنوان مثال 6000 رایدهنده هنده بوده که اصلا جنسیتشون توی اون دیتابیس خالی بوده یعنی نه مرد داشتن نه زن داشت همشون تاریخ تولدشون به صورت پیش فرض بوده دیدی وقت کنید مثلا ثبت نام کنید توی سایتی یه تاریخی داره یکی یک مثلا شما همون اوکی میکنین میره و اینکه هیچ کدومشون تو دیتابیس اون شرکتی که صحت اطلاعاتو بررسی میکنه که اسمش لکسیس نکسیسه هیچ کدوم اصلا وجود خارجی نداشتن دو هزار تا رای بودن که اینا آدرستاشون غلط بوده یعنی مثلا طرف زده چه میدونم آریزونا میدون امام پلاک یک مثلا مثلا آریزونا میدون امام نداره میدون امام که میگم مثال میگم آدرس وجود خارجی نداشته به تقریبا چیزی که اداره مهاجرت آمریکا تخمین زده چه خیلی مش افرادی رو گرفتن که اینا اصلا هنوز اقامت دائم یعنی رزیدنسی نداشتن اینا مهاجرن پناهندن پنج سال طول میکشه تازه بخوان به عنوان آمریکایی رای داشته باشن اداره مهاجرت آریزونا خودشی عدد 300 هزار نفری رو تخمین زده کسایی که اجازه رای نداشتن ولی رای دادن باز اه... کس دیگه رو میارن که اینا برای صحت سنجیه آرا شروع کردن تماس گرفتن با مردم یعنی از سه تا کال سنتر مختلف شروع کردن زنگ زدن و سوالش این بوده که شما درخواست کرده بودی واسه برگ رأی و پست کنن یعنی شما اول باید درخواست بدی که آقا من میخوام رأی بدم بعد قبل برگه های رأی برات بیاد شما پر کنی و دوباره برگردونی 44 درصد از کسایی که به صورت غیابی و پستی رأی دادن و اینا بهشون زنگ زدن گفت ما اصلا نخواستیم برگ برامون بیاد یه عده بودن که خواستن برگ براشون بیاد ولی برگه رو پر نکردن یا پست نکردن ولی اینا همشون اسمشون تو رای ها هستا یعنی جاشون یا کسی رای داده یا تو دیتابیس کپی پیست کردن اینا رو رو گذاشتن و جاشون رای دادن رفتن سراغ یه سری از افرادی که تو دیتابیس پیدا کردن گفتن مثلا این آدمه توی 20 سال گذشته زندگیش یک بار هم رای نداده الان اینجا کسی که تا حالا تو زندگیشون رای ندادن ولی تو این انتخابات اسمشون تو رای بوده خب این خیلی خاص و مرموسی. اینا کسایی که خیلی راحت نمیشه بهشون دسترسی پیدا کرد میگه خیلی کم تونستیم پیدا کنیم کسی که تلفنشو جواب بده اکثرا رو انسرین بوده یا وقتی برمی داشتن میگفتیم آقا ما برای همچین چیزی زنگ زدیم و جمله‌ای که میگفتن جمله جالبی بوده که شما مزنون به کلاهبرداری انتخاباتی هستی یا قربانی کلاهبرداری این انتخاباتی هستی ویکتیم ما ووتر فراد اکثرا میترسیدن و قطع میکردن ولی از این تعداد یک درصدشون جواب دادن یا رو انسرینگ پر وقتی پیامو شنیدن زنگ زدن و گفتن که ما نه رأی دادیم نه درخواست بلت کردیم نه اصلا در هم رأی خواهیم داد حالا بکنم یه بخشی دیگه هم اینجوری بوده یا مثلا یه کسی که باش مصاحبه کردن این آدم اساس کشی کرده بوده رفته بوده تنسی زندگی می کرده و بعد رفته دیده تو وبسایت آراز... آریزونا نوشتن که رأی شما قبول شد اون مثلا اون تنسی اونجا را اونجا رأی داده بوده تو آریزونا نوشتن که آقا رأیت قبول شد رفته نگاه که نوشته حتی امضا هم تایید شد در که این آدم میگه نه من اصلا اجازه دارم تو آریزونا رأی بدم چون تو تنسی رأی دادم نمیتونم که دو جا رأی بدم نه درخواست برگه رأی کرده بودم نه پر کرده بودم که بخوام امضا کنم روش جالبش که حالا همینم هم تایید شده تمام اطلاعات توی مارکوپا کاونتی افتاده و خوشبختانه به دست آوردن دیتابیس این بخش کوچک از آریزونا کمک کردش تا خیلی مسائل برای کل اونجا روشن بشه باز کارشناس دیگه رو دعوت میکنه میاد شروع میکنه صحبت کردن که جالب بدونید 5700 نفر از کسایی که قرارداد با اداره پست داشتن این قرارداد چیه تو آلمان هم که من زندگی میکنم این هست شما وقتی اساس کشی میکنیم یه شهر دیگه قراردادی با پست میبندین میگم من از اینجا رفتم هر نامه اومد اینجا برای من بفرست به اون آدرس یعنی اینا دیگه کسایی هن که همه این قرارداد رو نمیبندن و خیلی هم هستن که میگن واقعا مثلا ما جایی نداریم برای نامه بفرسته یا از طریق ایمیل خودشون اطلاع میدن آدرسم شده تعداد کمی هستن که این کارو میکنن ولی خب اون دیگه کسانی که شما خیال راحتی که اون اساس کشی کردن رفتن دیگه اینجا زندگی نمیکنن دیگه وقتی رفته قرارداد بسته پول داده به پست گفته نامه ها بیار جای دیگه 5700 نفر از اینایی که قرارداد پست داشتن و جا جابجا کردن و رفتن دیدن که آقا اینا اصلا جای دیگه زندگی میکنن اینا که ردان 5700 تاشون قرارداد پستی داشتن اصلا اینجا نبودن که بخوان رأی بدن بخوان درخواست برگ پستی کنن پر کنن برگردونن و غیره یه آقای به نام رابرت پیتن میاد که حالا تمام اینا یک دنیایی از اعتبار پشتشون خیلیشون پروژه مختلف دولتی برای امنیت ملی غیره کار کردن بعضشون مدیران موفق شرکت خیلی بزرگ بودن خیلی آمار و اطلاعات خاصی میده اومده بررسی کرده به سن افرادی که رأی دادن 18 ساله ها 19 ساله ها 20 ساله ها اینا از 2008 به این بررسی کرده اومده همه اینا که خیلی طولانی بحث کردش کلافه شده بودن همه هم میگفتش که از 2008 این تقلاب شروع شده تا کم کم بوده 2008 یه خورده بوده نگاه کندن کسی موچشون رو نگرفته 2012 بیشتر شده 16 بیشتر شده و الان که دیگه خبری نیستش این سری که گند شده رو بردن که الان این باز شده که به حال همه خیمه بزنن و بگن آقا یه چیزی این وسط عجیبه و باید به حال جمع کنن یکی از نکاتی که میشد فهمیدین که خب وقتی یکی 18 سالش رای میده بعد میشه 19 سالش انتقاد بعدی چند سالشه و چند سالشه وقتی شما اعداد مریضی نمودار بزرگ میکنی این وسط یه سری پیدا میشن که اصلا سن ندارن جا ندارن یا اینکه جمعیت اصلا اینقدر نیست مثلا میگه آقا جون سال 2008 یه میلیون و دیویست هزار نفر حق رای داشتن جمعیت از مطالعه 40 درصد رشد جمعیت داشته شما چه جوری میتونی الان 3 میلیون و 200 هزار تا حق رای داشته باشی 3 میلیون و 200 هزار نفر شرکت کرده باشن و اینکه مثلا دوره های قبلی روی آمار رو 70 درصد و 70 خورده درصد 80 درصد دو یوتو این انتخاب شده 99 درصد 99 درصد چقدر 99 درصد 3 میلیون و 200 هزار نفر حق رای که اصلا اینقدر حق رای نداره این ایالت باز یکی از نکات خیلی جالبی که اشاره میکنیم که آقا توی یک شرکت این یه حالت تهدیدی اینو میگه که میگه آقا وقتی توی شرکت یه نفر یه کلاهبرداری چند میلیون دلاری میکنه رئیس هیئت مدیره و مدیرامل نمیتونن ترازای مالی رو تایید کنن بدون اینکه اون شخص رو مورد بازخواست قرار بدن و اینکه پروسه حقوقی رو انجام بدن و مراتب رو به مقامات دولتی بگن چرا چون اگر تایید بکنه خودشون میشن شریک جرم دیگه و میشه یکی دزدی کرده تو شرکت ولی مدیر عامل چه شو ببنده امضا کنه بگه همه چی سر جاش اگر بکنه یعنی خودش هم زینف بوده و بعد به حال محاکمه بشه این در یک شرکت چند میلیون دلاری هستش حالا شما فرض رو بر این که در یک کشوری داریم زندگی میکنیم که بیش از 100 تریلیون دلار ارزش داره این شه، حالا به عنوان شرکت بهش نگاه میکنه 100 تریلیون دلار ارزش داره و یه همچین اتفاق مهمی داره توش میفته چرا این اتفاق به این راحتیه که میخ... اه... کسایی بودن که میخواستن انتخابات تایید کنن میگه اگه تایید بکنن کاری نداریم که سیاست مدارن و این اتفاق داره تو سیاست نفته ولی هر کسی اینو تایید بکنه در حقیقت حکم همون مدیرامل عامل رئیس هیئت مدیره داره که داره اختلاس رو لاپوشونی میکنه و بعد خودش هم محاکمه بشه و کی دیگه از شاهده که خیلی مهم بودش آقای دکتر شیوا که تحصیلاتش داشت بگفت عجیب غریبی بودش مثلا یه چیز هلوشه سه چهار تا فوق لیسانس داره دو سه تا دکترا داره و حالا مسائل مختلف و غیره رو در آورده بود و تونست بررسی کنه از روی اون پترنا و اون به حال روند سعودی نزولی تونست رو در بیاره که چجوری محاسبه کردن تو محاسبات هم رأی بایدن 130 درصد محاسبه شده و برای ترامپ 70 درصد و گواهی مثلا این هستش که رأی ها عدد اعشار داده یعنی مثلا یه جایی عدد تش شده رأی طرف شده یک ممیز سه دهم ده در که اصلا اعشار وجود نداره شما یه رأی میدی هر رأی هر نفر یک رأی داره یک ممیز خورده که نداره این اتفاق اصلا گواه صد درصد اینه که این اعداد دستکاری شده است و اینکه اصلا نمیتونه هیچ آمار رأی به صورت اعشاری به وجود بیاد این ماحصل اتفاقات این ده ساعت بود امیدوارم که تیکه های مهمش تونسته باشم بگم بحث یو اس هنوز بود هنوز کشف نشده میخواستن دیتا رو ریکاور کنن از روی دستگاه های ایالت آریزونا خب اینا دستگاه رو اسکن میکنن پس عکسش تو اون کارت های داخل دستگاه هست وقتی خواستن کارت ها رو بگیرن فرماندار آریزونا گفته که ما همه رو پاک کردیم دستگاه که اینا طبق قوانین فدرال باید ذخیره بشه شاید اصلا 20 سال بعد بخوام برگردم بیان ببینن که به چه صورت بوده این صحت انتخابات رو بسنجن صحت شرکت کننده هاشو بسنجن ولی اطلاعات پاک شده و سناتورهایی که آخر بحثم صحبت میکنن همشون بحثشون این هستش که مردم از ما میخوان که نگاه کنیم اگر هیچ اتفاقی وجود نداره برای چی نباید نگاه کنیم و همشون حالا میگن که ما میجنگیم مبارزه میکنیم برای آزادی و باید بتونیم صحت این انتخابات رو به دست بیاریم ولی با این اتفاقی که افتاد در پنسیلوانیا و در آریزونا مطمئنم که این دوتا ایالت حداقل تا این لحظه احتمال زیاد ابطال آرای بلتی و پستیشون وجود داره و اگر اتفاق گفته این دوتا ایالت رو تا الان آی ترامپ گرفته منتظر خبرهای بعد باشین لایک کنین ویدیو رو در فضای مجازی به اشتراک بذارین در کانال منم سابسکرایب بکنید تا بتونیم راحت تر با هم در ارتباط باشیم اگر حرفی سخنی مطلبی بودم میتونید توی کامنت ها بنویسین سعی میکنم که در اولین فرصت جواب بدم موفق باشین خدا نگهدار